نسبت به مالشان، نسبت به جانشان احساس خطر نکنند. مسلمان چه کسی است؟ المسلم و من سلم المسلمون من یده و لسانه. مسلمان کسی است که دیگران از دست و زبان او سالم باشند، بد زبان نباشد، دراز دست نباشد، اهل دوستی و هیزی نباشد. مسلمان کسی است که اعتماد به او می‌رود، اطمینان به او می‌رود. و مهاجر کسی است که از گناهان هجرت کرده باشد. من یهجر من از ذنوب، آن که از گناه رفته باشد، ترک گناه کرده باشد. این تعریفی است که پیامبر توی این کتاب‌ها برای ما ذکر کرده است. خب اینا شد خلق پیامبر. اگه من در مورد همین رو بخوام صحبت بکنم، مثنوی 70 من میشود. میباید ساعتها بنشینیم اینها رو بگیم. قرارم این است که در مورد عناوین هر کدامش لااقل حدیثی از خود احادیث پیامبر ذکر کنم. در مورد سه تا که خیلی به هم نزدیک است، مدارا، رفق و رحمت. رحمت رو در کتاب خدا دیدیم. حالا در احادیث پیامبر دو واژه دیگر در کنار رحمت نشسته، مدارا و رفق. مدارا همان است که امروز وقتی میخوان بگن یک جامعه چقدر این جامعه پیشرفت شده، میگن چقدر اهل مداراست. مدارا یعنی معامله نیکو با دیگران کردن، یعنی دیگران را تحمل کردن، یعنی خود را به دیگران تحمیل نکردن. رفق یعنی نرمش، همون لینی که در قرآن هم آمده بود، در روایات به عنوان رفیق از همین رفق است، از نرمش است، مقابل خشونت است، مقابل سز بودن است. مدارا، پیامبر می‌فرماید مدارات الناس نصف ایمان. شما شنیدید وقتی بچه بودید میگفتن النظافتو من ایمان، ای کاش اینم روش کنارش که ما یاد داده بودن. مدارات الناس نصف ایمان، مدارا کردن با مردم نصف ایمان به خداست. و رفق بهم نصف العیش، نرمش با مردم نصف زندگیست، نیمه زندگیست. اینها میباید تو جامعه‌ای که بنایش بر خشونت است، وقتی مسئولانش میخواهند با مردم سخن بگویند به شیوه سلاطین سخن میگویند، مأمورانش نوعاً به شیوه قساوت و خشونت برخورد میکنند، میخواد بهشون بگوییم دین ما دین مدارا و رفق است. اگر با مردم مدارا نکنید، یعنی نیمی از ایمانتون به هدر رفته است. اگر با مردم نرمش نداشته باشید، یعنی زندگیتون نیمه شده است. رأس العقل بعد الایمان بالله مدارات الناس فی غیر ترک الحق. فرمایش پیامبر، بالاترین عقل، تارک عقل، گل سرسبد عقل بعد از ایمان، ایمان به خدا، با مردم مدارا کردن است در جایی که حق را ترک نکنه. ما حقوق مردم رو رعایت بکنیم، مصداق همین هست یا نه؟ میشه مدارای با مردم. والا اینها رو از غرب نیاوردیم. بنده نیومدم جان لاک برای شما بکنم، تالرنس برای شما بگم. من دارم محمد ابن عبدالله میخونم و احادیث 1400 سال پیش میخونم. اینا زودتر از همه گفتن آقا با مردم مدارا کن. حالا تا میگی مدارا، میگی اینا غرب زده هستن. آیا اسلام یعنی تو سر مردم زدن؟ یعنی دندان نشان دادن؟ خب اینا اسلامه، اون مدارا و رفقی مساویه به اسلام. سخن دیگر پیامبر، باور بکنید وقتی خودم میخواستم اینا رو دنبال کنم، گفتم تو هیچ کدوم از درسان رو اینا رو ننوشته بودم، اینا تو کتاب ها بود اما تو این متن درسی وارد نشده بود. ما کان الرفق فی شیء الا زانه و ما کان الخرق فی شیء الا شانه. رفق در چیزی وارد نشد مگر آن که آن را زینت کرد، خشونت در چیزی وارد نشد
مگر آن که آن را موهوم کرد، آن را ملعون کرد. زان زینت است، شان شین است، ننگ است. پیامبر تو اینجا می‌فرماد مدارا کردن زینت مؤمن است، خشونت ورزیدن ننگ مؤمن است. همین اینا رو تو جامعه ما نمی‌بینیم؟ آیا اگه مدارا می‌کردن ایمان زیباتر نمی‌شد؟ مردم بیشتر رغبت به دین خدا نمی‌کردن؟ یدخلون فی دین الله افواجا نمی‌شد؟ حالا خشونت بکنید خب باعث ننگ می‌شدن. این که تو به عنوان پاسدار دین چماق دست بگیری، این ننگ است یا زینت است؟ این که به سر دختر مردم بزنی، این ننگ است یا زینت است؟ اونم کسی که برای حق خودش بلند شده. اما از همه اینها زیباتر این حدیثه. پیامبر می‌فرماید امرت به مدارات الناس کما امرت به تبلیغ رساله. اینو بنویسیم توی بنیادهای دینمان بزنیم، بدانیم این محور نبوت پیامبر ما بوده. پیامبر می‌فرماید من از جانب خدا به مدارا کردن با مردم مأمور شدم، آنچنانی که به تبلیغ رسالت مأمور شدم. یعنی پیامبر به دو تا چیز مأمور شده، مدارای با مردم، ابلاغ رسالت دینش. یکی به ما بگه چجوری نماز بخون، چجوری روزه بگیر، چجوری حج بکن، یکی هم با مردم چجوری تا کن، با مردم مردمو چجوری تحمل کن. این دوتا کنار هم قرار داده. والا اینا رو دو ذکر کردم، اینها توی کتاب هاییست که قبل از مدرنیته نوشته شده. من هر و من رفت فقط هر و من خیل کله. کسی که رفق را، نرمش را بر خود حرام بکند، خیر در خیر را بر خود بسته است. خب حالا من سوال میکنم، برای بخش نرمش هم همین بخش رو موارد دیگه هم دارم. نرمش یعنی چی؟ مدارا یعنی چی؟ اگر قرار بود پیامبر امروز بودن و مردم میخواستن اینها رو به ما یاد بدن، مردم یک کشور آمدن میگن که ما میخواهیم نظام سیاسی ما را اصلاح کنیم، کسانی که رأی دادیم بیاریم بر کرسی مسئولیت بنشانیم. مدارا کردن چیه؟ حرفشون رو گوش کنیم. رفق چیه؟ یعنی نرمش کنیم. یعنی حالا که اونها اینقدر تأکید دارن، اصرار دارن، بشنویم چه میگوین. اگر هم فکر میکنیم ما بر حقیم، یکی بخشش هست، دوم بسیار خوب یک حکمی انتخاب بکنیم. همین مراجع تقلیدی که آمدن پادرمیونی کردن و شما حرفشون رو گوش نکردید، روشون رو زمین انداختی، از شما هم بزرگتر بودن، هم افضل بودن، هم اتقا بودن، و حتی بزرگترها هم گوش نکردید. بسیار خوب. یا حکم بگذاریم، بگیم دو تا نماینده از جانب معترضین، دو تا نماینده از جانب دولت، دو تا هم از همین مراجع که وسط هستن، بیان قائله رو بکنن. جلو ضرر رو همین جا بگیریم. این همه لجاجت به خرج ندیم. این میشه مدارا، این میشه رفق، این میشه رحمت، این میشه عفو، این میشه مشورت با مردم. خب تو ما با اینها مشورت نمی کنیم. اینها مگه از پشت کوه قاف آمدن؟ مردم همین مملکت هستن. در مورد مشورت هم من لابلا این نکاتی که میخوام بعدش ذکر بکنم به حد کافی نکته هست. مراد از دو تا آیه داریم در مورد مشورت. شاور هم فی الامر، امر است، امر وجوبی هم هست، همه رم در بر میگیرد، از پیامبر بگیر تا همه قدرت مداران دیگه. اما